سلام شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه های پیام نو در خدمت شما هستیم. این برنامه ها شامل شهادت نامه و تجربه های روحانی مسیحی و نقل داستان های از کتاب مقدس و بررسی سوال های مربوط به آن می باشد. اکنون به شهادت امروز گوش فرا می دهیم. نام من رافی است. من در گذشته اعتقادی به خداوند نداشتم. یک شب در خواب دیدم که در مقابل یک در باز ایستاده ام و در آن طرف عیسی بر روی صلیب به من نگاه می کرد. عیسی در خواب با من صحبت کرد. من کاملا گیج شده بودم، چرا که چیزی درباره عیسی نمی دانستم. در واقع من اعتقادی به خداوند نداشتم. حدود 3 سال بعد شنیدم که یکی از دوستان خویشاوندم مسیحی شده است. من از او درخواست کردم که در صورت امکان درباره ایمان تازه‌اش به بحث بنشینیم. او پذیرفت و من بی‌صبرانه منتظر شکست دادن او در روز مباحثه بودم. بسیار دوست داشتم به عنوان شخصی که مخالف همه خوبی هاست شناخته شوم. بالاخره روز مباحثه فرا رسید و ما ساعتها درباره خداوند و عیسی مسیح به بحث نشستیم. من سعی کردم با استدلالاتم او را از راهی که انتخاب کرده بود منصرف کنم، اما موفق نشدم. او به من گفت: من در مقابل استدلالات تو پاسخ خوبی ندارم، اما چیزی دارم که تو می توانی پاسخ سوالهایت را در آن پیدا کنی و آن کتاب مقدس است. به او گفتم: من آن کتاب را خواهم خواند و آن وقت با سوالهایی که از کتاب مقدست پیدا خواهم کرد دوباره تو را به مباحثه دعوت خواهم کرد. سپس آن کتاب را از ابتدا تا انتها خواندم و بعد آن را به صاحبش برگرداندم. اما عجیب آن است که بعد از خواندن آن نتوانستم چیزی بر ضد آن بگویم. کتاب مقدس قوی تر از آن بود که من بتوانم با دانشم در آن نقصی پیدا کنم. بعد از 2 سال با چند ایماندار ایرانی آشنا شدم و جدال و کشمکش بزرگی در من شروع شد. من از دوستان جدیدم سوالهای زیادی میپرسیدم و آنها نیز با پاسخها و سوالات بیشتر نزد من باز میگشتند. بالاخره در جریان این سوالها با یک کشیش آشنا شدم و به این نتیجه رسیدم که برای رسیدن به پاسخ سوالهایم در کلاسهایش حاضر شوم. از آن خوابی که دیده بودم بیش از 5 سال میگذشت و در طول این چند سال عیسی مسیح فکر و قلب بی ایمان مرا تغییر داد. احمد در سن نوجوانی می گفت که با دختری ازدواج خواهد کرد که از نظر ایدئال‌ها و طرز فکر شبیه به هم باشند. اما تلاش‌های او در شناخت و پیدا کردن دخترهایی که علایقی شبیه به علایق او داشته باشند با شکست روبرو می‌شد. او بسیار ناامید شده بود. پس تصمیم گرفت با دوستی که مسیحی شده بود در این مورد صحبت کند. او با احمد درباره زنانی که از آنها در کتاب مقدس نام برده شده، مانند مریم، استر و روت صحبت کرد. و ویژگی های مادر خود را که بسیار مهربان بود نیز به او یادآوری نمود. بعد از صحبت های زیاد درباره کتاب مقدس، آن دوست مسیحی احمد را به جلسات دعا که در منزلش برگزار می شد دعوت کرد. احمد در تلاش برای پر کردن خلأ زندگیش به همراه دوستش خواندن کتاب مقدس را آغاز کرد. او به عیسی مسیح ایمان آورد و تعمید گرفت. بعد از چند سال احمد با یکی از دختران مسیحی کلیسا نامزد کرد و قرار ازدواج گذاشت. او بسیار خوشحال بود که بالاخره خداوند رویاهای دوران جوانی او را به تحقق رساند. اما درست وقتی که آنها داشتند مقدمات ازدواجشان را فراهم می کردند، نامزد او به خاطر داشتن سرطان خون بدخیم مرد. این یک ضربه بزرگ روحی برای احمد بود. اما ایمان به عیسی مسیح به او کمک کرد تا از این آزمون سنگین سربلند بیرون آید. آیا متوجه شدید که چه چیزی در زندگی این اشخاص تفاوت به وجود آورد؟ اگرچه هر دوی آنها از خداوند دور بودند، اما نهایتاً به سوی او آمدند.
آنها از زمانی که پیرو عیسی مسیح شدند، زندگیشان در جهت مثبت تغییر کرد. آیا داستان جلسه گذشته را که درباره آن مرد سامری بود، به یاد می آورید؟ آن دو علمای دینی با دیدن مرد مجروحی که حال وخیمی داشت، راه خود را کج کردند و از طرف دیگری به راه خود ادامه دادند. آن سامری برای اینکه نشان دهد که یک همسایه واقعی است، چه کرد؟ آیا این داستان به ما می آموزد که چگونه با همسایگانمان رفتار کنیم؟ آیا تا به حال چیزی که برایتان بسیار با ارزش باشد را از دست داده اید؟ داستان امروز کتاب مقدس از 3 قسمت تشکیل می شود. این داستانها را عیسی زمانی که در اورشلیم بود برای مردم تعریف کرد. همانطور که به این داستانها گوش می دهید، درباره چیزهایی که به نظرتان با ارزش هستند فکر کنید. آیا این امکان وجود دارد که مانند چیزها و یا شخصی که در داستانها امروز گم شدند، شما نیز در این دنیا گم شده راه درست زندگی را از دست بدهید؟ حال گوش فرا دهید به داستانهای گوسفند گم شده، سکه گم شده و پسر گم شده. در این اثنا باجگیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان او گوش دهند. فریسیان و ملایان یهود قرولند کنان گفتند: این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت: فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد، با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید: با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کردم. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند، در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد، همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید: با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند، در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. باز فرمود: مردی بود که 2 پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوک ها می خورند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک از گرسنگی تلف شوم. من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم، دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت:
زود بروید بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت، همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم باز یافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی‌خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت تو خوب می‌دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آنکه همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری می‌کشی. پدر گفت پسرم، تو همیشه با من هستی، هرچه من دارم مال توست، چطور می شود در این روز جشن نگیریم، شادی نکنیم؟ این برادر توست که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. عیسی در داستان کتاب مقدس امروز سه داستان را تعریف کرد که در هر یک کسی چیز با ارزشی را از دست داده بود. آیا چوپان 99 گوسفند خود را رها کرد تا به دنبال تنها گوسفند گم شده برود؟ بله. آیا آن زنی که سکه‌اش را گم کرده بود همه کار خود را رها نکرد و آنقدر به جستجو ادامه نداد تا آن سکه را پیدا کند؟ بله. حال بیایید به داستان سوم، یعنی داستان پسر گم شده بپردازیم. آیا شما تا به حال به پست‌ترین نقطه در زندگیتان رسیده اید تا مجبور شوید زندگی چون زندگی آن پسر داشته باشید؟ آیا بعد از رسیدن به این نقطه تصمیم گرفتید که بازگردید و با این نوع زندگی وداع کنید؟ این امر امکان پذیر است. آیا تا به حال به خداوند به عنوان پدر آسمانیتان فکر کرده اید؟ او از ابتدای آفرینش جهان و آدم و حوا به انسان آزادی و حق انتخاب داده. آدم و حوا از دستور خداوند سرپیچی کردند و راه‌های انسانی را گزیدند و در نتیجه از محضر خداوند بیرون رانده شدند. چون این چیزی در زمان نوح نیز اتفاق افتاد. در آن دوران نیز به مردم فرصت انتخاب داده شد. آنها راه خداوند را انتخاب نکردند و بدین سبب نابود شدند. ما با شما از کتاب مقدس پیشگویی‌های بسیاری را در میان گذاشتیم. در این پیشگویی‌ها این گونه گفته شده که خداوند پسر خود را به عنوان قربانی نهایی برای بخشش گناهان تمام انسان‌ها می‌فرستد. داستان‌های کتاب مقدس همچنین به شما نشان می‌دهند که خداوند به فرزندانش اجازه می‌دهد تا بین راه‌های الهی و راه‌های دنیوی یکی را انتخاب کنند. لطفاً زمانی را صرف تفکر درباره آیه هفته کنید. آیه هفته، انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6. عیسی فرمود راه منم، راستی منم، زندگی منم. هیچ کس نمیتواند به خدا برسد مگر به وسیله من. اگر کنجکاوی که بدانید زندگی پس از مرگ چه خواهد شد، حتماً به برنامه آینده گوش فرا دهید. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید.
همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianbordradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.